خدمت ملت شریفم و همچنین کسانی که اکنون بیننده این پیام تصویری کوتاه ما هستند. ما زانیار مرادی و لقمان مرادی که در انگام دستگیری 19 و 25 سال داشتیم اهل شهرستان مریوان هستیم. اکنون که این تصویر را میبینید هر لحظه امکان اعدام ما وجود دارد و ما را به سلول انفرادی منتقل کردند و احتمالا تا چند ساعت دیگر ما را به پای چوبه دار خواهند برد. میخواهیم از طریق این پیام شاید بتوانیم پیام خود را برایتان بیان نماییم. چند سال است که شبی نخوابیدیم مگر آنکه از سردرمان مطمئن نبودیم. چند سال است که هر روز می اندیشیم که شاید امروز آخرین روز زندگی من باشد. چند سال است که هیچ آغوش گرم مادرانه ای را به خود احساس نکرده ایم، ولی در طول این مدت تنها چیزی که توانسته است تسکین این همه درد و رنج ما باشد بیگناهی ما نسبت به این اتهام وارده بوده است. می دانیم که برای شما حتی تصور این که یکی از اعضای خانواده تان در زندان در زیر چنین حکم ناعادلانه ای باشد سخت است، اما چند سال است که ما در این شرایط به سر می بریم و سختی ها را به جان خریده ایم و امیدوار بودیم شاید بارخی از عدالت ما را از این شرایط برهاند. ما فقط و فقط خواستار برگزاری یک دادگاه صالح بودیم، دادگاهی نه علنی بلکه عادل. ما فقط خواستار آنیم که پرونده ما که تنها سیاسی بوده است و اساسا قضایی و حقوقی نبوده در فضای عادلانه رسیدگی شود، با آنکه بسیاری از نهادهای بین المللی از جمله عفو بین الملل خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده ما بودند، اما هرگز چنین اتفاقی نیفتاده و علت هم آن است که از فرزندان کردستان به دلیل آن که شهروند درجه چندم در ایران محسوب می شوند به راحتی می توان قربانی گرفت و این بار نوبت ما زانیار و لقمان است که قربانی این انتقام گیری سیاسی شده ایم. ما دو نفر باز هم به صراحت و با قاطعیت کامل بیگناهی خود را نسبت به اتهامی که جمهوری اسلامی به ما تحمیل کرده است اعلام می داریم، همانطور که شاهدهایی نسبت به پرونده ما وجود دارد و بارها در طی این چند سال